پیکرت را دوست دارم. نه تنها پیکرت را دوست دارم، لباس و چادرت را دوست دارم. به عد عاشقت هستم عزیزم، که حتی شوهرت را دوست دارم. رو در رو را از طلوع میبینین و روز جهانی زن به تمام زنهای افغانستان و تمام خانمهای افغانستان تبریک میگم و در این 8 مارچ هم بیادرتان مجرد است. و امشب مهمانای ویژه داریم. اول کف بزنین به افتخار فامیل انجینیرها. خانم شکریه، سلام بر شما. اعضای فامیل معرفی بکنین و همچنان خود اول معرفی بکنین و روز زنم بر شما تبریک باشه. تشکر. به نام خدا، با عرض سلام خدمت تمام بینندگان عزیز تلویزیون طلوع، حاضرین در تالار، شما جناب ابراهیم و تیم مقابل. نخست از همه روز جهانی زن را بر تمام زنان دنیا، علل خصوص زنان بلند همت افغانستان، تبریک و تهنیت عرض می کنم. شکریه فائز هستم، محصل پوانزه انجینیری پوانتون کابل، دپارتمنت سفر. بسیار خوب. زینب جان، شما سلام بر شما. زینب علوی هستم، محصل دانشگاه کابل، فاکولته انجینیری می باشم و روز زن را به تمام زنان دنیا، خصوصا زنان کشور ما تبریک می گم. بسیار خوب. مرزیه جان، سلام بر شما، روز زن بر شما تبریک. تشکر. مرزیه سرابیس، محصل پوانزه انجینیری پوهنتون کابل. سلامت باشین. و شما نگینه جان است، درست؟ سکینه جان. چهره نگینه را داری سکینه. سکینه احمدی است، محصل پوانزه انجینیری پوهنتون کابل. ما به حساب می ساختمانی چند متر هستم؟ نیم متر. شاید دستانت بید. نیم متر دستانتی. بخیر باشی، ما هم دوست دارم سکینه. افتخار فامیل دستوائی بای رو کم بذاریم. یعنیم به طرف وحیده جان. وحیده جان اعضای فامیل معرفی بکنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ادب خدمت شما قسیم جان، حاضرین در تالار و بیننده های عزیزی که همکنون ما را از پرده تلویزیون طلوع در تمام دنیا تماشاگر هستید. سلامت باشید. وحیده وزیری هستم. هر یک شکریه جان عمری همکارم، زرینه جان نوریان همکارم، مشگان جان نصیب همکارم، تمام کارمندان شفخانه رابع بلخی. نام خدا، شفخانه رابع بلخی. شما در کدام بخش دکتر هستید؟ نسای ولدی. آه بسیار خوب. افتخار هستین. افتخار دکتر صاحبا، همیشه اینا زحمت میکشن. خب امشب به خاطر روز جهانی زن 8 مارچ، ما سوالای ما هم برای دکتر صاحبا و انجینر صاحبا جور شده. شما استقبال بکنین دو سر تیم اول. سوالی که از دکتر صاحب و از انجینر صاحب آینده به خیر پرسان میشه، از بین 100 نفر جواب گرفته شده، تعداد جوابای 100 نفر شده 8. خانم ها از کدام حیوانات بیشتر میترسن؟ موش. موش. چرا از موش میترسین؟ که موش چی مشکل دارین شما؟ من نمیترسم دیگه، خانم ها شاید بترسن. دیگه شما از موش نمیترسین؟ نخیر. شما یک روابط بسیار خوب حسنه را با موش دارین؟ نخیر. خب به خاطر که کار انجینری بیشتر روی مو چیزا. پس موش مخالف انجینری است؟ امکان داره. موش نمانو دیو گورو چی موش استاپ دیزای که کنا موش. خانم ها از کدام حیوانات میترسن وحیده؟ چلپاسک. ببینیم. شلند. چلپاسک. خب امتیاز چلپاسک بلند است. به طرف فامیل یک سیل بکنین، میرین طرف یا هم این طرف میرین؟ بره بره، خواهش می نمایم. خانم ها از کدام حیوانات شکریه میترسن؟ از سگ. از سگ و کلگی میترسن. دکتر زرینه، خانم ها از کدام حیوانات میترسن؟ مادر کیکا. مادر کیکا یا هم والده کیکا. ببینیم از؟ مشگانجار، خانم ها از کدام حیوانات میترسن؟ پشک. شما میترسین از پشک؟ دیگه خانم ها میترسن. دیگه خانم ها میترسن. مشگان در خانه از ناز نامش گل آقا صدا میکنن. به این خاطر میگه خانم ها میترسن. دکتر صاحب شوخی میکنم. خواهش میکنم. که مرا کدام پیشگویی نکنین. ببینیم کس؟ او پشک. خوب است. خانم ها وحیده جان از کدام حیوانات میترسن؟ خرک. خرک. ببینیم از؟ شکریه. خانم ها از کدام حیوانات میترسن؟ از گرگ. از گرگ میترسن. سگ که گرگ فرق میکنه حتما دیگه در این قسمت. ببینیم. فامیل انجینران یک جلسه یک داشته باشیم. زرینه، خانم ها از کدام حیوانات میترسن؟ شیر. از شیر میترسن. شیر در کجاست که بترسن خانم ها؟ مگه من نمیترسم. باور کنین.
در خانه ای دونه شیرم دارم. این قیاک است. بس. یک جا باید پیدا شد. خانم ها از کدام حیوانات سکینه میترسن؟ گژدم. گژدم. شما؟ گژدم. شما؟ گژدم. شما؟ گژدم. چهار دونه گژدم. میتونه که یک دونه گژدم اینجا پیدا بکنه؟ گژدم نبوده. ببینیم جوابایی که باز نشده. شماره 8 ملخ. کی را گفتین؟ شماره 6 جولا. شماره 5 زنبور. با افتخار نفرای دوم دنگ بخوریم. سوالی که از شما شکریه جان و زینب جان پرسان میشه 500 نفر ما جواب گرفتیم. ابتدا جوابای اینمی 100 نفر شده 7. معمولا خانم ها یا زن ها به چی چیز معمولا زن ها به چی چیز علاقه دارن؟ آرایش کردن. آرایش کردن. میگن آرایش. گفتن آرایش. آرایش عبارتن از وسیله است که شفتالو را در ظرف 5 دقیقه زردالو جور میکند. ببینیم شکریه چی میگه؟ خریداری. خریداری. هست بچه ها؟ خریداری. آرایش بلند از امتیاز بود. بطرف فامیل اکسل بکنید. میرین؟ بفرمایید شکریه جان. بفرمایید. مرجع جان معمولا خانما به چی چیز علاقه بیشتر دارن؟ زیورات. زیورات. اوه بلندترین امتیاز زیورات. سکینه خانم ها معمولا به چی چیز علاقه بیشتر دارن؟ چکر رفتن. تفریح. چکر خوردن. چکر رفتن. چکر رفتن. من میگم میگه چکر خوردن. چکر رفتن. بله خانم ها معمولا به چی چیز علاقه بیشتر دارن؟ پول. پول. شما چقدر سرمایه دارین شکریه جان؟ سرمایه شخصی هیچ. هیچ؟ بله. یعنی 50 رو پدارم خیلی میکنم. خیلی درست است. میگیرم این راستی است. مزاق بگیرم قریب از این را بگیرم. کرای محترم است. ببینیم پول. پول. هست؟ پول. خوب است. گفت. زینب جان معمولا خانم ها با چی چیز علاقه بیشتر دارن؟ آشپزی کردن. هست؟ معمولا خانم ها مرجع جان با چی چیز علاقه بیشتر دارن؟ لباس. لباس. هست؟ یک جواب دیگه مانده. سکینه معمولا خانم ها با چی چیز علاقه بیشتر دارن؟ تحفه گرفتن. تحفه گرفتن. یک مشوره فامیل دکتر صایبا داشته باشم. معمولا خانم ها با چی چیز علاقه بیشتر داره شکریه؟ پاکاری کردن. پاکاری کردن. کدام خانم دیده باشین علاقه داشته باشه با پاکاری و خمار خمار جاری برقی باشه؟ میبینیم. جواب باید پیدا کن. دکتر صاحب مژگان معمولا خانم ها با چی چیز علاقه بیشتر دارن؟ غیبت کردن. قبر کندن. غیبت کردن. علاقه دارن؟ علاقه دارن خانم ها؟ زرینه جان شما؟ محفل رفتن. محفل رفتن. شما؟ محفل رفتن. محفل رفتن. شما؟ موفق هستیم محفل رفتن. محفل رفتن. هست بچه ها؟ یک جواب باز نشده. ببینیم که این کدام علایق از یا بوده. شماره 6 موبایل. موبایل داشتن. 68 در مقابل 90. گفته بودی از محبت ها خارها گل می شود ای بسوزد ریشه ضرب المثل های دروغ. وقفه. دوستان عزیز بازم رو در رو است و اینجا هم طلوع است. امشب فامیل انجینران در مقابل فامیل دکتر صایبا و دکتران در مقابل 500 هزار افغانی مبارزه میکنین. با افتخار نفرای سیوم شما چک چک نکنین. بکنین. سوالی که از شما پرسان میشه بین 100 نفر ما جواب گرفتیم. تعداد جوابای همین 100 نفر شده 5. آماده هستین؟ قیمتی ترین تحفه ای که تا به حال دریافت کرده اید چی چیز بوده است؟ طلا. ببینیم. طلا نقلی نبوده.
قیمتی ترین تحفه‌ای که تا به حال دریافت کرده اید چی چیزی بوده؟ لباس. لباس. از بچه ها؟ امتیازهای شما خوبه رو به طرف فامیل یک سری بکنیم. بفرمایید. دکتر زرینه، قیمتی ترین تحفه‌ای که تا به حال دریافت کرده این سکینه چی بوده؟ موبایل. موبایل. از بچه ها؟ با ما شما یک از رایی نمیکنه. همون رقم هست. برای ما یک کسی از دبی یک جور چبلق رایی کرده بود. موبایل. خوبه. شکریه. قیمتی ترین تحفه که تا به حال دریافت کردین چی بوده؟ کامپیوتر. کامپیوتر. از؟ زینب. قیمتی ترین تحفه که تا به حال دریافت کردین چی بوده؟ عطر. عطر. ببینیم. عطر. مزید قیمتی ترین تحفه که تا به حال به دست آوردین چی بوده؟ زیورات. زیورات. از؟ شما یک مشوره داشته باشین، باید مشخص میکردین. سکینه جان، قیمتی ترین تحفه که تا به حال به دست آوردین چی بوده؟ آیپد. آیپد. از؟ قیمتی ترین تحفه که تا به حال مژگان به دست آوردین چی بوده؟ ساعت. ساعت. شما؟ بله ساعت. شما؟ ساعت. شما؟ موافق امریم. موافق استیم ساعت. خواه. ساعت های دیواری یا ساعت های دستی؟ ساعت های دستی. ساعت های دستی. میبینیم. نبود از دو جوابی که باز نشده با هم یک جا میبینیم. شماره دو. لاکت. شماره یک. انگشتر. به افتخار نفرهای چهارم کف بزنین که امتیازها ضرب سه میشاله. گیم بفرمایین. سوالی که از شما پرسان بشه بین صد نفر سکینه جان و مژگان جان ما جواب گرفتیم. تعداد جوابای صد نفر شده چهار. دوست دارید شوهرتان در کدام کارهای خانه با شما همکاری نماید؟ آشپزی. آشپزی میتونه باشه اولین جواب؟ آشپزی. سیونین امتیاز. دوست دارید شوهرتان در کدام کارهای خانه با شما همکاری کنه؟ نگاه کردن طفلها. نگاه کردن طفلها. امتیازهای سکینه بلند است. به طرف فامیل اکسای کنین. بازی رو میبرین؟ بفرمایید. شکریه. دوست دارید شوهرتان در کدام کارهای خانه با شما همکاری داشته باشه؟ پاکاری. پاکاری خانه. از؟ بلندترین امتیاز روی جارو کردن بوده به شک. زینب. خریداری. خریداری. از؟ دوست دارید شوهرتان مرجع در کدام کارهای خانه با شما همکاری کنه؟ انتخاب لباس. انتخاب لباس. از؟ مشوره. سکینه جان دوست داره شوهرتون در کدام کارهای خانه با شما همکاری کنه؟ لباس شویی. لباس شویی. دوست داره شوهرتون در کدام کارهای خانه با شما همکاری کنه؟ ظرف شویی. ببینیم کس یا نه. برنده امشب که جا داره تشکری بکنیم از شرکت خالد جان لمر که دو موبایل پرایم در این قسمت برنامه برای فامیل انجینیران به طور تحفه در نظر گرفتن و ما این را به شکریه میتونم که سرتیمشون است و همچنان شما تصمیم بگیرین که در مرحله نهایی کی با ما میخواه بازی بکنه. درست؟ درست. این را میتونید که بینتون جرامت داشته باشین و از فامیل دکتران خیلی تشکر لطف کردین. افتخار هستین دکتر صاحب عزیز. من میرم و از شکریه جان. شما و شکریه خانه میرین؟ نه خیر، مرحله بعدی. مرحله بعدی رو خودت برای شکریه بازی بکنین. بین بفرمایین بعد خواهشون کف بزنین. خب کی در قسمت اول میخواید موسیقی بشنو؟ امی کلا یک تونه بر منم میتونی بیا. بان بچه ها که بمیرون بان. خب کی میخواید موسیقی بشنوه و کی میخواید که سوال اول جواب بده؟ میخواید موسیقی بشنوه و اینا میخواید سوال اول جواب بده. کدام هنرمندا رو دکتر صاحب بشنوه این گونده فقط؟ بیشتر آهنگای افغانی. شما بفرمایید. شکریه جان شما اگر بیشتر بین اینی جای یک وقفه انجینری کار است. مثلا کنم یک انجینر چی گونه وقفه رو میگه؟ اینا بفرمایید. وقفه کوتاهی دارن دوباره برمیگردیم. کجا از انجینری داشت؟ دوستان عزیز اینجا کلو است و اینجا هم رو در رو است. امشب شکریه میخواید پنج سوال اول جواب بده و تیم دکتر صاحبا با تیم انجینر رو اینا یک اتفاق کردن، یک نفر از او تیم انتخاب کردن و شکریه خواست که
هم نامشان دو دانه شکریه بوده و هم نام شکریه آهنگ میشنم و یک شکریه دیگه در مقابل ما قرار داره تا 5 سوال اول جواب بده. 5 سوال از شما شکریه جان ما پرسون میکنیم 20 ثانیه برای شما زمان میدیم کدام جواب نفهمیدی بگو تیر شو یا بگذر ما زو تیر میشم بگذرم اگر که ثانیه باقی بود پس دوباره ما همون سوالی که نفهمیده بودین ما از شما پرسون میکنم. معمولا زن ها از چه چیزی ناراحت میشن؟ از قال مقالک. خانم ها کدام شغل ها را بیشتر دوست دارن؟ دکتری. مکان هایی که در روز زن در آنجا تدریس میشود کدام ها است؟ باغ زنانه. بهترین روز برای یک زن کدام روز می باشد؟ روز مادر. از دیدن زنان از دید زنان خصوصیات یک مرد خوب چی چیز می باشد؟ اخلاق خوب. حیوانی را نام بگیرین که خر است. نمیشه. بعد خواهش کنم بزنید. بگید. ما در اول سوال کردم معمولا زن ها از چی چیز ناراحت می شوند و شما گفتین؟ شما گفتین قالمقالک. خانم ها ناراحت میشن مردها از قالمقالک خیلی خوششون میاد من. دم پیاز. خانم ها کدام وظایف یا کدام شغل ها را بیشتر دوست دارن؟ و شما گفتین دکتری. 28 امتیاز مکمل. ما گفتم مکان هایی که روز زن در آنجا تعطیل می شود کدام ها است؟ باغ زنانه. 15 امتیاز. ما گفتم بهترین روز برای یک زن کدام روز می باشد؟ و شما گفتین تخت جمی. تخجمی نگفتیم؟ روز مادر چند امتیاز داره؟ 20 امتیاز. 73 امتیاز. تا سوال چهارم از دیدن زن خصوصیات یک مرد خوب چی چیز می باشد؟ و شما گفتین؟ اخلاق خوب. اخلاق خوب چند امتیاز داره؟ 21 امتیاز. 94 امتیاز تونستن بگیرن. 106 امتیاز کار است تا بیای 500 هزار افغانی به بودجه از اینا. شکریه؟ بس. شکریه رو روان کو. درست است بچه. بفتخار شکریه کم بزنین دیگه شکریه میه. خب 5 سوال از شما من شکریه جان پرسان میکنم. 25 ثانیه برای شما زمان میتونم اگر کدام جواب تکراری رو بتین این صدا رو میشنوین. این صدا رو که شما میشنوین دفعتا جواب خودت تغییر میتین. درست است؟ و همچنان اگر کدام سوال جوابش نفهمیدیم برای بگو تیر شما تیر میشم. اگر زمان شما باقی بود پس من دوباره از شما او را پرسان میکنم. آماده هستی؟ درست آماده. معمولا زنها از چی چیزی ناراحت میشوند؟ از بگذر. خانم ها کدام وظیفه را بیشتر دوست دارند؟ آشپزی. مکان هایی که در روز زن در آنجا تجلیل بشود کدام ها است؟ بگذر. بهترین روز برای یک زن کدام روزا می باشد؟ روزی که مادر میشه. از دیدن زنان خصوصیات یک مرد خوب چی چیز می باشد؟ صادق بودن. معمولا زنها از چی چیز بفرمایید بخت خواهشون کم بزنید. ما در قسمت اول سوال کردم معمولا زنها از چی چیز ناراحت می شوند و شما گفتین؟ بگذر. و بلندترین امتیاز از این دروغ گفتن بود. خانم ها کدام وظایف بیشتر دوست دارن؟ و شما گفتین؟ آشپزی. چند امتیاز داره؟ بلندترین امتیاز از این طب بود یا دکتری بود قبلا گفته شده بود. ما گفتم مکان هایی که روز زن در آنجا تعطیل می شود کدام ها است؟ و شما گفتین؟ بلندترین امتیاز از این بود دفاتر. ما گفتم بهترین روز برای یک زن کدام روز می باشد؟ و شما گفتین؟ مادر شدن. چند امتیاز داره؟ 18 امتیاز. بلندترین امتیاز از این عروسی کردن بود. دروغ. چرا دروغ است؟ کل دخترها هم یک دختر می گریه میکردم تو گریه میکرد گریه میکرد. مادرش گفت چی کردی تو سمیرا؟ گفت مادر جان پشت من خواستگار آمده. گفت بچیم تو باید خوش باشی. گفت مادر میترسم دروغ نباشه. ما گفتم از دید زنان خصوصیات یک مرد خوب چی چیزی می باشد؟ و شما صداقت چند امتیاز داره؟ 20 امتیاز. و بلندترین امتیاز از این لیاقت بوده. 132 امتیاز اینا تانستن بگیرن. به افتخار همشان کف بزنین. بیاین کلتان بفرمایین این طرف. خب
بازم روز زن 8 مارس برای همه شما تبریک باشه. اگر کدام معرف کدام پیام زرینه جان میشه که شما بگوین، ما پیش از او برای شما یک تحفه هم جور کردیم، شما میشه پیامتون بگوین، من تحفه رو میارم. روز زن به تمام مادرها تبریک میگم. سلامت باشین و این تحفه ناچیز از طرف ما. ازی کدام با گل کلانیت با پیدا نتونستم و بهترین امی گلم گلپی است، درست است؟ من این شوخی نمی کنم، من می خواستم که یک گل سرخ بگیرم، اما باور کنید که خرد خرد بود دلم نشد، من تو 8 نفر دکتر صاحب اینجا هستم. بله ایره سکینه جان اینجا بگیرین، بگیرین شما توفه رو نمی گیرین. پیش درکا سوال آمده بود که بزرگترین توفه برای شما کسی چی آورده، شما بفرمایید. ای نه سایکن چقدر صادق است، شما بفرمایید. شما بفرمایید. یک بوی کنین، چی یک بوی داره این گلپی؟ خب سلامت باشین، مزاق کردم، قطق شو ماست، من برای شما نمیتم، من تو برای مایشی آورده بودم، ولی سکینه جان اگر خودت بگیری من میتم تا. میگیره. میگیری شه؟ بگیر سکینه جان. همچنان. بخیر باشین، سلامت باشین. و همچنان از همه شما تشکر، بازم شوخی کردیم سکینه جان، مرضیه جان، شوخی ها رو ببخشین، همه شما افتخار هستین، تاج سر هستین. فامیلای عزیز اگه شما میخواین در این برنامه شرکت بکنین، با 456 زنگ بزنین، شماره 6 افشار بدین، شماره 2 افشار بدین، باز شماره 2 افشار بدین، بعد از صدای بیپ میتونین که 4 نفر از اعضای فامیلتون نام شو بگیرین، بعدن کلید علامت نمبر افشار بدین. از شما بچا تشکر، از شما تشکر، از شما تشکر. برای شما سلامتی میخوایم، زیبایی میخوایم، خوشی میخوایم و برای خود چی میخوایم؟ شب بخیر افغانستان و شب بخیر خوشو.